بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز سه‌شنبه است و 11 از ماه می. در روزهای جمعه مثل امروز یک ساعت و نیم در خدمت شما وطنان هستم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. با دوست گرامی آقای عرسی هم حرف میزنیم. مطالب خیلی مهمی امشب، مطالب بسیار مهمی خواهیم پرداخت. اجازه فرمایید یک غزل خیلی ناب از حافظ بخوانیم، تبرک و تیمن را. بله، ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. اجازه می‌فرماید کس چو حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب، ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آوت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. سعدی می فرماید رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد، زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید. حافظ می فرماید خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پرواز ثوابت. راه دل عشاق زد آن چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چندی شکند رای ثوابت. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. دور است سر آب از این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. سراب در بیابان ها موج، در واقع انعکاس نوره. خیال میکنه آدم بیچاره که آبه، بعد به طرف سراب حرکت کردن، هر شبت که گرفتاری غول بیابانی هم هست. دور از سر آب از این بادیه، بادیه همون به معنی وادیه است، یعنی همین بیابان های هولناک، محل تولید همه ادیان الهی. دور از سر آب از این بادیه هشدار. مولانا می فرماید اون یکی شیر است اندر وادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. اون یکی شیر است کادم می خورد آدم می خورد، اون دیگر شیر است کادم می درد. شیر البته به این وجه تلفظ نمی شده، شیر به معنی شیر درنده، شیر، شیر تلفظ میشه. هنوز هم هندی ها میگن شیر، حالا با کردی به شیر. باری دور از سر آب از این بادیه خوشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. تا در ره پیری به چا این روی، ای دل باری به غلط صرف شد ایام شبابت. هیچ کس مثل حافظ غزلش یک دست ناب نیست، چون بیشتر غزل ها بیت الغزلی دارن، یکی دو تا. حافظ همش بیت الغزل معرفته. تا در ره پیری به چاق این روی، ای دل باری به غلط صرف شد ایام شبابت. و ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. باری ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز غنایت. ببخشید ز عتابت، عذر میخوام از شما. صلحی کن و بازا که خرابم ز عتابت. خب عرض شود که از این هم میگذرید، از شعر ناب حافظ شیراز میگذرید. خدمت شما میخوام یک بحثی رو از با استشهاد از سعدی شروع کنم تا برسانم به پایان مطلب.
شنیدم دوست خیلی خیلی محترمی که این مخلص ناچیز برایشون بسیار بسیار احترام قائلم، یک کتابی منتشر کرده است به نام Prominent Iranians، یعنی مشاهیر ایران. Prominent، بنده میخوام خدمت شما عرض کنم که Prominency با Notoriety فرق میکنه، Famous با Infamous فرق میکنه. و Prominent Iranians، آقای ثابتی هم شده از Prominent. خب حالا اجازه بدید ما از همین عرض کنم که آبیختن به دامان سعدی کبیر شروع کنیم. میفرماید قارون هلاك شد که 40 خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت. خب نام نکو، میگوید که قارون که مشهور به پولداری هیچ نامی ازش نبود، هلاك شد، یعنی خودش بود نامش هم مرد. چون سعدی معتقد است که سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. پس فرق هست میان نام نیک و نام بد. میگوییم نیک نام بد نام، هر مشهوری که مشهور نیست که. قارون هلاك شد که 40 خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت. بسیار سعدی عرض کنم که از این داستان داره و در جاهای دیگر، نام نیکو گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. پس نیکنامی با بدنامی فرق میکنه. اون چه باعث شهرت دروغین هست مثل پول و ثروت یا آدم کشی و جنایت و شکنجه، این Prominency نمیاره. همه کارم، حافظ میفرماید، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. خب پس در زبان فارسی ما داریم بدنام داریم، خوشنام داریم. شهرت تنها فی حد ذاته چیز خوبی نیست که Prominent باشه. عسکر قاتل شهرتش خیلی زیاده، عسکر قاتل شهرتش از نمیدونم خیلی از بزرگان ادب، از علامه قزوینی بیشتره. یا میری بپرسید همه مردم اینا عسکر قاتل میشناسن، چون سمبول و اسطوره جنایت عسکر قاتل، 3 تا بچه رو ریپ کرده و کشته، سیف القلم. ثابتی Prominent ایرانیان نیست، مرد بزرگوار. عزیزم شما که به انگلیسی خیلی تسلط دارید و اطلاع دارم دیدم. خب اگر ثابتی Prominent ایرانیان هست، به چه دلیل سرپاس مختاری نیست؟ مختاری که مقامش خیلی بالاتر بود، با شاه به طور روزمره در تمام اتاق خواب شاه هم میتونست بره، بیشتر جنایات هم دست اون بود. گذاشتین مختاری موزیسیان بزرگی هم بوده، امروز دیگه در دفاتر موسیقی مراجعه بفرمایید پیش درآمدهای رکن‌الدین مختار، نمیدونن خیلی کسی همون جنایتکاره بوده، شخصیت‌های چندگانه داشته، ویولونیست تراز اول بوده، پیش درآمدش میگن برابری میکنه به لطف و زیبایی با پیش درآمدهای درویش خان. اما Prominent ایرانیان که نیست. Prominent ایرانیان عکس آقای ثابتی، جنایتکار سابق. آقا من تعجب میکنم واقعا. تو آمریکایی آقا جان در زبان انگلیسی که ایشون استاد زبان انگلیسی هست میدانند که نوتورایتی اگر که فرض کنی یه خانم محترمی که ما میشناسیم به دلایلی فردا اوریان بشه، عکسای وقیح در خیابان، میگن آقا دیگه اون موقع دیگه شی وود بی نوتوریس. نوتورایتی فرق میکنه با Prominency. به دلیل غلط مشهور بودن که Prominency نمیاره. که اگر ما بخوایم بگیم که مثلا مشاهیر شوروی، مشاهیر روسیه رو نام ببریم، دیگه بریاره که نمیاریم بزنیم کنار چایکوفسکی یا تولستوی یا پوشکین. Prominent Russians اسمشون رو بیاریم نگاه کنیم، واقعا هست، اتفاقا هست اینها. چایکوفسکی عرض میکنم که
الکساندر پوشکین و پرامینه بریا که دیگه جز مشاهیر روسیه به نام نبرده نمیشه که کتاب بسازیم عکس بریا رو بزنیم بغل دست عکس پوشکین. من متعجب نمیشم بعضی اوقات واقعا. آخه آدم یه مسئولیتی داره، قلم به دست گرفتن مسئولیت جنگ برای خوش آمده این اون که نیست که. آقا محقق مورخ جستجوگر حقیقت اموره، اینا هم تعاریف اولیه است در کار تاریخ نویسی. پرامیننت ایرانی از عکس آقای ثابتی، خب عسکر قاتل هم میوردیم، شهرت اون که بیشتر از اینه که. سیف القلم هم میذاشتیم. پرامیننت جرمنز، وقتی نگاه کنیم مشاهیر آلمان میگن آقا این هگل، این بتهوون، این آقای هایزنبرگ، این آقای هان، مخترعان بزرگ. یه آیشمنه که نمیذاریم به خاطر که شهرت داره. بله آیشمن خیلی مشهور، اما پرامیننت نیست، نوتوریوسه، نوتوریوس. پرامیننت جرمن رودولف هست هم گذاشتیم بغل دست مثلا آلبرت اینشتاین. آقا اینجوری نیست داستان، اینا آدم های نوتوریوسی بودن. این فیمس، نه فیمس، این فیمس، این فیمس، این فمی. این لغت رو هم روزولت خیلی مشهور کرده در زبان انگلیسی. روزی که ژاپن حمله کرد، روز 7 دسامبر 1941، روز 8 دسامبر گفت دیروز ژاپنیا به ما حمله کردن، روز 7 دسامبر the day which live in infamy, the day which will live in infamy. نگفت در فیم، infamy. infamy در واقع و در واقع نوتوریوس کسی هست که وقتی اسمش میاد مردم روشون رو برمیگردونن. remembering them in favor unfavorably، در واقع unfavorably یعنی با اشتیاق نامشون رو نمیشنوی. وقتی میگیم رودولف هس یا میدونم آیکمن برافروخته نمیشیم، پس کنیم از چند نام، یه خورده با اکراه و با انزجار گوش میکنیم. اینا اینفیمس هستن، آدم ثابتی و سرپس مختاری و نمیدونم درگاهی و اینا که همه جنایت کردن در مملکت، مخالفان آزادی بودن، سرکوبگران آزادی خواهان بودن، سرکوبگران معترضان بودن، که پرامیننسی به دست نمیارن در دل مردم. چه کتاب هایی ما می نویسیم منتشر میکنیم؟ پرامیننت ایرانی هستن، سرکله ثابتی هر وسط شما دی بیرون. آقا پرامیننت ایرانی در عصر جدید آقا تغیزاده است بابا جان، تغیزاده، دکتر مصدق، قوام سلطنه. ملک و شعرهای بهار، استاد شهریار، از دانشمندان دکتر هشرودی، پروفسور فضل‌الله رضا، اینا پرامیننت دارن هستن، نه که ثابتی و نمیدونم عسکر قاتل و اینا. لغات اینا هموطن ما شاید توجه ندارن به این داستان ها. وقتی میگیم مشاهیر ایران زمین کیا هستن؟ مشاهیر ایران زمین چه کسی آقا رو میشناسه؟ اگرم بشناسه با نفرت حتما میشناسه، با تحسین که نمیشناسه که نام مبارکش بر زبان ها بره، که رو گردان میشه. ما بریا رو که نمیذاریم بغل دست پوشکین، که خیلی هم مشهوره بریا، خیلی خیلی مشهوره در دنیا. پرامیننسی به دست نیورده این تو دل و جان مردم. رفاش مثبته آقا، مثبته، پرامیننسی مردم مثبت داره. حالا این رو کسی مینوشت که واقعا مطلع نبود از زبان، ماشاءالله ایشون صاحب قلم، شکسپیر رو خوب میشناسه، نمیدونم زبان انگلیسی، دست به قلم بسیار فصیح، و عرض کردم خدمتشون بسیار احترام دارم. اما در اون چه به مردم مربوط میشه خب ما تعارف نداریم اینجا، امیدوارم ایشون هم از من نرنجه. نوتوریوس آقا این آدم، نوتوریوس، نه پرامیننت. مختاری که خیلی لایق تر از این بود بابا، اون اصلا نمیدونم، عرض کردم تو رضاشاه میره نزدیکتر بسیار بود به این به دستگاه قدرت و نام بلندتری داره مختاری.
و پزشک احمدی رو بیاریم دیگه، یواش یواش جزء پرامین ایرانی هم تو فاز فرق نمیکنه سی به حال ما. پزشک احمدی استرکنی میزد به مخالفان رضا شاه، کسانی که میخواستن جزا کش بیشتر زد بشن، هر روز دکتر احمدی پزشک احمدی میمرد، یا آمپول دستش بود. سردار حسن نوشته است که من در میدانهای جنگ بسیار بودم، در معرض مرگ بسیار قرار گرفتم، اما نترسیدم. اما هر روز این پزشک احمدی با اون آمپول منحوسش میومد به دستور دربار، به دستور رضا شاه، شخص رضا شاه سراغ من، بعد یه آمپول معمولی میزد، ویتامین میزد. اما که من وحشت کنم، که خود رو در جهنم حس کنم، خب اینا برادرین بذاریم جز ایرانی پراهم. میشناسن پزشک احمدی رو؟ تمام کسانی که اهل سیاستن یا نیستن پزشک احمدی رو میشناسن. مأمور زدن نمیدونم کلسیوم بود، نمیدونم چی میزد، میکشت. چه تعداد دلاوران، معترضان، شخصیت‌های ملی رو این پزشک احمدی من آمپولش کشت، به دستور رضا شاه میکشت. یه مجسمه‌شو بسازید، دارش کشیدن. خود من کتابو ندیدم، اما از کسی که شنیدم در واقع بهش وثوق دارم که کتاب رو دیده. و ایشون هست، خب گوگوش هم هست. حالا من پرامیننسی گوگوش رو نمیدونم چه حد هست، من میدونم احمد شاملو پرامیننته، حتما گوگوش هم به هر صورت به خواننده محبوب بوده و هست. اما نفذت ثابتی و نمیدونم نصیری و حالا در باب داستان عرض کنم تألیف دیگر ایشون، من واقعا وقت ندارم یعنی که بپردازم به اینکه آقا ما شکسپیر رو زیر پای هویدا نمی‌ریزیم. دوست محترم دانشمند، آخه چه شکسپیری شما شروع کردید؟ هر چپتری مرد بی عرضه ناچیز رو، این آمدن در واقع پسترین آدما بوده این هویدا. ما کار نداریم که خوب چپاق می‌کشیده، خیلی آدم خوبی بوده، دزدی نمی‌کرده، نه. 13 سال این قانون اساسی مملکت رو لگدمال کرده و باعث تقویت استبداد شده، هم اونا رو برانداخته، هم مردم رو به چاه انداخته. میگه دیگه شکسپیر نداره که، کدوم ارزه، کدوم لیاقت، کدوم سیاست، کدوم بزرگواری، کدوم نقش مؤثر در سیاست ایران. میدا تایخان نیست که ما حالا براش با شکسپیر آغاز کنیم. یه آدم سخت بی ارزه و پستی بوده به نظر من، چون شغل این نبود، خودش هم گفته، خود ایشون نوشته به ما یاد داده، وارد حسادش رو ایشون دیده. از کنم من تکرار میکنم، ایشون بسیار محترم هستن، منم براشون احترام، ولی در قضای مربوط به مردم ما نه تعارف داریم نه شوخی، یا حرفایی که ما میزنیم درست هست یا درست نیست. شاه اینو خواسته، این بی عرضه دنبال یه کسی میگشتن که هیچ عرضه ای نداشته باشه، نخست وزیر کنن که حسابی دیگه در این مشروطه رو تعطیل کنن. خب آقا میخوام شما رو نخست وزیر کنی، من آمادگی ندارم. خودم یادت میدم، بیا روزانو عمو بشین، خودم یادت میدم. کسی که جرأت نمیکرد از قوام خواهشی بکنه، حالا میخواد یاد بده که نخست وزیر چیکار بکنه. من بهت یاد میدم. گفت باشه قربان، من یاد بده. شما میری خونت میشینی چپاق میکشی، نه به کار دولت، نه به کار قانون، نه به کار تصمیمات دولت، هیچ کاری نداری، فقط یه مجسمه بی عرضه هستی، میری و میاد. یکی دیگه شکسپیر نداره که. علم میگوید که ما میرفتیم فرودگاه، دیدیم که اون یارو آموزگار داره مسافرت میده، وزیر این بود، وزیر کابینه این بود. آقای آموزگار کجا داشتیم میبرید؟ به امر اعلیحضرت دارم میره. آقا من باید بدونم، برو دنبال کاره، تو کی هستی که بدونی؟ یعنی بابا خبر نداشت تو کابینه چه خبر؟ یعنی راهش نمیدادن این مردک رو توی تصمیماتی که میگرفتن برای مملکت، اصلا این مردکه به حساب نمیمد. آخه این که دیگه آدمی نبوده که ما اینو آقا رو ما میشناسیم به خاطری که نخست وزیر مملکت بوده. یعنی ما میخوایم ببینیم که وجوه تأثیراتی که این مرد در سیاست ایران داشته چه بوده، نه که کجا خوب نوکری میکرد و کجا دراز میکشیده هایدرم خبر میکرد و چپق میکشیده و فلان حرفا. مرد حسابی، برو استعفا بده، گورت گم کن، برو فرانسه. فرانسه هم که خوبه که با اربابت هم دائم فرانسه به زبان فصیح فرانسه بگو آقا در مملکت من آزادی نیست، قانون اساسی رعایت نمیشه، این مملکت منفجر میشه به زودی و من نیستم نخست وزیر. نه اینکه این لابی کنی بمونی، آخرش هم مثل سگ گرفتن این بدبخت بیچاره بی عرضه رو انداختن زندان.
هواپیمای به اون بزرگی جا داشت که این بدبخت بعد عاقبت هم نجات بدن. گذاردنش دم تیر آخون. تو دادگاهش هم شنیدم گفته من که این کاره نبودم. آقا خدا لعنت کنه این منصور. این نان رو به پر شال ما گذاشت. من که اهل سیاست نبودم. تو غلط کردی 13 سال نشستی اونجا. اون مال نخست وزیر با این چپقات دار زندگی. تخریب مشروطه کردی و تخریب قانون اساسی کردی و مردم رو به چاه انداختی. استبداد هم تقویت کردی. اینقدر لیاقت نداشتی بگی آقا ما یه قانونی توی مملکت داریم. آقا این که نمیشه که. اینا قضایای مهمی است. اینا قضایای آسانی نیست. اگه ما قرار باشه که گیج باشیم و همه چی بگیم که پس من یار ما چیست؟ آقا ما باید یه خطی بکشیم. آقا حد حقیقت اینجاست. نوتوریوس رو ما نمیتونیم بیایم اینجا و پرامیننت کنیم. در کجای تاریخ آقا شما بیایید در یه تاریخ به من نشون بدید. حتی در همین آمریکا که جنایت هم نمیکنن، نمیدونم آمریکایی رو شلاق نمیزنن، حرفاشون رو نمیدونم چیز نمیکنن، به سی آی ای هر روز آمریکایی رو زندانی نمیکنن. بیایید ببینید آقا کدوم جاسوس پرامیننت بوده. اونم اینا، این دستگاه با اون وضعیت و با اون قانون. سردرد میگیره آدم واقعا. این یه مطلب هست. مطلب دیگر دوستان، داستان هایی است که ما ورشکستگان سیاسی خود گویی خود خندی عجب مرد هنرمند میارن. دوستان محترم ما اینجا جای دیگه یه آدماری میارن رو اینجا بهشون وقت میدن. چی میگه آقا؟ من پرچمم قرمزه، ایرانم حالا جدا بشه هیچ اشکالی نداره. آقا خب مدیگه دموکراسی نیست که هر کسی خواهد جدا بشه. کجا دموکراسی گفت کجا جدا بشه؟ کدوم کشور دموکراسی اجازه میشه مملکتش تیکه پاره بشه؟ کجا شنیدین همچی چیزی رو؟ این حرفا رو کسانی میزنن که مردم اینا هیچ توجهی ندارن. خب یه راه منفی باید پیدا کنیم، یه عکس العملی بگیریم. آقا طاقت از دست نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. بچه های بی ارزه دیدین هیچ کار ازشون نمیاد، یهو سنگ برمیداریست میزنه شیشه رو میشکنه سر تا سری. اه پسر چرا اینجوری کرد؟ یه توجهی بهش میشه. همین که اه پسر چرا اینجوری کردی خودش توجهه. چی رو جدا بشه؟ کجا از کجا جدا بشه؟ چی کی رو قرار رابطه؟ شما آمار کجا دارین؟ نماینده کی هستی؟ میه تو این رادیو میشینید؟ خانم محترم، آقای محترم، کجا رو میخوای جدا کنی؟ ما یه مش از ما جدا شدن باید اونا رو پس بگیریم. به نظر من خودشون هم میخوان. اونا که جدا شدن جز بدبختی که چیزی گیرشون نیومد که. پدر چه مایه خانواده ها فرار کردن اومدن تبریز و جای دیگه آذربایجان زندگی کردن. بعد از که عرض کنم که روسا اون سرزمین های ایرانی قدیم رو، سرزمین های فرهنگی رو و آباد رو از ما گرفتن، تحمل نکردن. کجا رو قراره جدا بکنی؟ دموکراسیه؟ تو تشریف بیارین آمریکا جدا کنیم ببینم کجا رو میخواد جدا کنی. جمع کنی عده ایرانی هم زیاد، میخوام ما کالیفرنیا رو جدا کنیم. دولت مستقل کالیفرنیا رو میخوایم درست کنیم. کی دموکراسی این رو گفته؟ گذشته از این آقا اصلا ما چیکاره هستیم اینجا؟ پدر جان من و شما میترسیم از بالای ایران با هواپیما رد شیم. ما رو تک تک بکنی. شما هر کاری بخوای بکنی. فدرال حکومت فدرال. پدر جان چی رو کجا رو قسمت میکنی؟ آخونده که هستن که. ما
من و شما هم که از وحشت پشت سرمون نگاه میکنیم این آخوندی چاقو چیزی به ما نزنه که کجا رو داری قسمت میکنی. تو برو اولی آخوند سرنگون بکن پدر جان. وقتی که این لحاف پرشپش و مسموم رو از روی ملت کنار زدی پرد کردی، بعد ملت بلند شد حالا چی میخوان؟ میخوان فدرال باشن؟ تو چی کاره هستی؟ اینا همش فساد و نفاقه. آقا این اینا چیزهاییست که مجلس ملی مردم ایران بایستی معلوم بکنن. بایستی دید که داستان چه هست بعد از مجلس ملی نمیدونم مجلس مؤسسان، اگر ما بتوانیم این آخوندها رو سرنگون کنیم. اینطوری که مخلص میبینم و مبارزین رو میبینم، اینا باید خودشون عین مغول ها مثل که مزمحل بشن. آدم با ارزه ما نمیبینیم در صحنه. اول باید این مملکت آزاد بشه، بعد برو فدرالش کن. اول آزاد بکن بابا جان، بعد برو آذربایجان بردار برو. یه اره برقی خیلی خیلی بزرگ به ارتفاع مثلا 400 مایل اختراع کن، اره کن، بعد تناب من توش کن به درخت‌ها، علیف بکش اونجا، انجین گنده بکش برده ببر. مشکل ما که اینا نیست، مشکل ما این است که یک سیستم خونخوار قهار فاسد تا دندان و مسلح تا دندان و بیشرافت که هیچ گونه ارزش اخلاقی رو رعایت نمی‌کنه، هیچ گونه ارزش انسانی رو جز این که بکشد و به قدرت بچسبد هیچ چیز رعایت نمی‌کنه، نشسته به مملکت ما. حالا تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما این هست که بکوشیم همه با هم، اگر نمیدونم زبانمون ترکی هست، زبانمون کردی هست، نمیدونم از اولاد نمکی هستیم، نمیدونم بلوچیم، هرچه هستیم، فرزندان این مملکت بودیم، اجداد ما، خود ما، این یک کشوریست به نام ایران. ما ملت‌های ایران هم نداریم. آقا این اختراعات نکنید، ما یه ملت بیشتر نیستیم، ملت ایران. نشانه های تاریخیش هم چند هزار ساله است، دیروز و پریروز نیست. به اتفاق و اتحاد برای اهداف بزرگ آزادی و عدالت ما این رژیم پوسیده منحوس بسیار بسیار پلید رو ساقط بکنیم، بعد ببینیم چه کار میخوام. از حالا داریم تقسیم بندی میکنیم. یکی را به دهقان ندادن جای، همین گشت و گفتی منم کت خدای. حالا این شعر عامیانم بعضی اوقات به دوستان این چیزم خراب کردن، این زبر مسئله عامیانه رو خراب کردن. یعنی کسی رو تو ده را نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگیره. خب خونه کت خدا رو میگیره، چه اشکالی داره به درمه میگه خونه کت خدا کجا؟ نه، ادعای کت خدایی میکرد. ما که دولت نمیتونیم تعیین بکنیم که، ما قانون اساسی نمیتوانیم بنویسیم که. ما میتوانیم به مبارزان ایران زمین همواره این ندای آزادی رو معدودی نگه داشتن، معدودی. بقیه که فکر خوردن و خوابیدن و پول درآوردن و این داستانا بودن که، معدودی از جان خودشون گذاشتن، معدودی فهمیدن داستان آزادی رو، معدودی اونقدر حس عدالت درشون قوی بود که استبداد رو بر نتافتن، شکنجه شدن، کشته شدن و همین معدود نگه داشتن. وگرنه که اصلا قاجارام عوض نمی شدن که. حالا ما بیایم به این نیروهایی که در واقع نیروهایی که هنوز مشعل آزادی و اعتراض به دیکتاتوری و استبداد شدن کمک بکنیم، اجازه بدید ما بتوانیم در واقع از این دوره سیاه بگذاریم، بعد ببینیم چیکار میخوام. از حالا شهردار معلوم نکنی، پیت 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 اینجا اونجا هر خودمون بگیم خودمونم بخندیم، یه آبجو هم پشتش فکر کنیم که خیلی مهم شدیم، حرفای سیاسی خیلی خوب زدیم، راه حل ارائه کرد. اصلا بیشتر ما نمیدونیم تو ایران چه خبر هست، اصلا نمیفهمیم ایران چیه، چون نبودیم 40 ساله. یه آماری، ارقامی، 4 تا صحبت، 2 تا سفر، مطالعه. بابا
چمدون رو برداریم از اینجا به واشنگتن، نمیدونم چی از اون طرف دنبال این استبدادهای قدیمی دویدن. کن سنی که روز هر شفیعش عمر بود شیعیان گفتن، کوری بود که اساکش کور دیگر بود، ورشکستگان جمع شدن، جون دوستا و مال دوستا و پول دوستا جمع شدن دور هم، میخوان برای آینده مردم بیچاره ایران تصمیم بگیرن. نزول خورا از این بانک میتپونیم تو اون بانک، خبر دارم من از اوضاع احوال این. اون 5% میده، این 6% میبریم میذاریم پولامون تو این 6% پول بیشتری بگیریم. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم به انتخاب امیر. شنیده ما موسیقی اصیل ایران دوست داریم، مرتب برای ما پرویز یا حقی. امشب چی داریم امیر؟ پرویز یا حقی دوباره؟ تو هم پرویز یا حقی رو یاد گرفتی؟ خیلی خیلی خوب. حالا هرچی شما امیر وجودی گرامیست، بسیار من دوست میدارم این مرد رو، این جوان رو. بفرمایید آقای امیر ببینیم چه داریم. درود بر شما وطنان گرامی بزرگوار. قطعه موسیقی برای ما پخش کردن سرپنجه فرهنگ شریف و همونطور که عرض کردم پرویز یا حقی از این قدمای ما که در دل مردم جای داشتن، مدعی نبودن، هی مقاله نویسی کنن پشت سر این هنرمند، پشت سر بدگویی بکنن، از اینجا به اونجا کفزناشون هم با خودشون ببرن، از این بزرگان که کار کردن و در واقع دایره این موسیقی رو گسترش دادن، موسیقی ملی رو. استاد جلیل شهناز هستن که در بیمارستان هست، استاد بزرگ و بی‌نظیر این موسیقی، در واقع شهناز موسیلی زمان ماست. و هر شبت که آقای شریف که خیلی فعالیتشون کم شده، امیدوارم هر جا هستن خوب و سالم باشن این دوست عزیز و هنرمند و صاحب سبک. خب بگذاریم مخلص در هر جایی که باشن، مثلا دعوتی باشه، هر چی باشه، تلویزیون باشه، نم چی باشه، یه جای حرف این جدایی مدعی بشه، من که حاضر هستم گوش کنم، بلند میشم میرم بیرون. آقا ما یه سطل پشتمون نبستیم که قاذورات و آشغال دیگران رو جا بدیم که این حرفای مزخرف مهمل ضد ملی. یکی میگه به ما ظلم شده، حالا من کسی رو نمیگم، من میگم بختیاری. آقا ما لور بختیاری هستیم، ما زبان خودمون میخوایم. خیلی خوب برو بیا ببینم تکسای هندستان به زبان لوری کجاست. اصلا بلش کن فارسی رو، بلش کن. حالا چرا انگلیسی درس نمیدی به بچت که در سطح جهانی به قول یکی از دوستان ارتباط بتونه برقرار کنه؟ آقا تو که تکست فلسفه به زبان لوری نداری که. کجا داری تو مصطلحات ریاضی به زبان لوری؟ حالا اینو من میگم به کسی بر نخوره، کسی در بختیاری همواره وطن دوست بودن، هرگز خیانتی از این مردم که به خصوص در روزگار قاجار بسیار بسیار نفوذ داشتن در کار سیاست، خیانتی از بختیاریان نشد به این مملکت هرگز. سهل است که در سقوط قاجارها، در قوام یافتن اون دموکراسی نوپا بیشترین رنج رو کشیدن، جنگ هایی که عرض کنم که و یاغیان کردن، چه تعداد دلاوران بختیاری کشته شدن. منظورم بختیاری نیست، منظورم به کسی بر نخوره. قضیه فیثاغورث نیست در این زبان، این زبان گفتاری است آقا، گفتاری. بعضی زبان ها گفتاری به جعل و تزویر و دروغ. بیچاره آتاتورک آمده نمیدونم از چپ به راست. آقا چپ به راست چه چپ به راستی؟ لاتین نداشته. خب به جعل لغت، همه لغت ها جعلی هست، همه لغت ها که استفاده میکنن اونجا مینویسن تمام جعلی هست. چپن در قیچی میکنن لغت های فارسی، نمیدونم لغت های لاتین اروپایی، اینا میگن مال ماست و قدیم بوده. خب بیا ببینیم آقا فرهنگاتون کو، دیکشنریاتون کو، زار زندگیتون کو. آقا این که اینجوری نیست که شما میگید که به ما ظلم شد. به چه ظلمی شده؟ کدوم ظلم شده؟ بیا ببینیم به کی نشده. آقا بیا ببینیم کجا ظلم نشده. به شیرازی ظلم نشده، به اصفهانی و نمیدونم بلوچ و غیره ظلم نشه. وقتی ظلم هست همه جا ظلم. آقا چراغ خاموشه، همه جا تاریکه، سعی کنیم چراغ روشن کنیم حداقل. آقای عرسی رو میشه لطف کنیم بگیرین یا گرفتین؟ آقای عرسی درود بر شما. درود بر شما آقای مشیری عزیز، حالتون چطوره؟
سپاسگزار شما هستم آقای مشیری. خسته نباشید. شما چطور هستید؟ آقای عرصی، شما من شنیدم که قراره که عرض کنم که تلویزیونتون درست بشه آنتنش. شما تشریف نداشتید، بنده اینجا یک مبالغی در باب همین جدایی طلبی و نمیدونم این نوع فدرالیسمی که پیشنهاد میشه و از اینجور داستانا صحبت کردم. پیش از این هم در هفته‌ای که با هم بودیم، در آخرین لحظه‌ای که با هم بودیم، قرار شد که مبالغ در باب سکولاریسم، لایسیته و قضای از این دست صحبت کنیم و ما باید معانی رو تکرار کنیم که کاملا روشن بشه. حالا من میخوام به خود شما واگذار کنم عرصی جان، که فکر میکنم بد نباشه در باب این بعض این شخصیت ها که به ما ظلم شده میخوایم جدا بشیم و عرض کنم مگه دموکراسی این نیست که ما جدا بشیم و رأی بدیم؟ از این حرفا عرض کنم که یک چند دقیقه من صحبت کردم، بقیه‌اش هم به جناب عالی واگذار میکنم. خواهش میکنم آقای مشیری. من امیرآقا لطف کردن و یه مقدار زودتر این ارتباط برقرار شد. من سخنان شما را که پر از واقعا شور و شوق و همدردی و دلسوزی با ملت ایرانه شنیدم اینا و حقیقتا ممنونم از شما. گفت جان و سخن است، دل ما میگید دیگه به هر حال، و دل تمام ملیون ایرانی، هندوستان ایران، مردم اقوام مختلف ایرانی. بله. حقیقت این چیزیست که هر سالی دارید برم کنید. آقای مشیری عزیز، الان متاسفانه یه مشکل بزرگی به وجود آمده و اون این استش که در مسیر الان مبارزه بزرگ دموکراتی که مردم ایران دارن جلو میبرند برای اینکه این این ظلم بزرگ تاریخی در کشور ما که همین استبداد نقطه پایان بگذارند، این جریاناتی که الان به وجود آمدن با مسئله خودمختاری و نمیتونم ستم پارس بر ترک و کرد و لور و نمیدونم عرب و عجم و از این حرفا که را انداختن، بنده بدون این که بخوام انکار بکنم که در کشورمون مشکلات قومی داریم مثل همه ممالک دیگه میشه. بله. دنیا. ببین بخوام این انکار بکنیم که این مشکلی رو میخوام عرض بکنم که این افراد با طرح مسائل قومی و تبدیل کردن مسائل قومی به موضوع اول کشور ما، به مشکل اول کشور ما، در روند مبارزه برای دموکراسی و سرنگون کردن استبداد دارن مشکل ایجاد میکنن. بله همینجوره. بله. و تمام تجربیاتی که ما از تاریخی داریم بیانگر این استش که کسانی که در جریان مبارزه بزرگ ملی برای تأسیس آزادی و تأسیس دموکراسی میان مسائل قومی رو به موضوع اول کشور تبدیل میکنن، اونها باعث میشن که مبارزه دموکراتیک لطمه بخوره و خیلی جاها عامل شدن برای اینکه استبداد دوباره بر سر کار بیاد. ما در کشور خودمون جناب مشیری، خود شما میدانید بهتر از بندم تاریخ کشور میدونید، ایران بعد از اینکه رضا شاه سقوط کرد بالاخره روند دوباره دموکراتیزاسیون در ایران شروع شده بود. بله. در هر حال زنگان دوباره به وجود اومده بود، داشت حرکت میکرد، احزاب آزاد به وجود اومده بود، مطبوعات، روزنامه، نمیدانم انتخابات، غیره و غیره، کشور افتاده بود به مسیر دموکراتیزاسیون. بله بله. جریان فرقه دموکرات آذربایجان و دموکرات کردستان که به وجود آمد باعث شد که حکومت مرکزی یعنی شاه و ارتش، شما خودتون میدونید، داستان آذربایجان رو بهانه قرار دادند و روند دموکراتیزاسیون و تحول دموکراسی جامعه ایرانی سد شد. بارها هم محمد رضا خودش به این قضیه اشاره کرد که با تحول در قضیه آذربایجان، یعنی با رفتن ارتش برای سرکوب اون گروه های فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان و غیره و غیره، اینا دوباره حکومت مرکزی دوباره یه توانی پیدا کرد و بالاخره دست ظلم خودشو روی احزاب و آزاد سیاسی هم دراز کرد. آقای عرصی، یه مطلب خیلی مهمی که شما برای اولین بار گفتین و من از کسی دیگه نشنیدم این بود که این ماجرای پیشه‌وری و اون سر و صدای جعلی در واقع آذربایجان رو که سر ایران هست از مسیر دموکراتیزی کردن ایران بیرون کرد.
یعنی این قوه عظیم رو به کناری زد و در واقع بسیار بسیار پیامد بسیار بسیار بدی داشت. این مطلب رو شما اولین بار گفتین. بله خواهش میکنم جناب مشیری، بند عرض من این بود که یعنی آذربایجان رو از روند مشروطه خواهی، از سنت تاریخ مشروطه خواهی بیرون آورد. بله بله، باعث شد که مبارزات مردم که باید بیافت در جهت آزادی های سیاسی و فرهنگی و عرض کنم که مذهبی و غیر و غیر و غیره، در جهت انتخابات درست، در جهت پاسخگو کردن دولت، در جهت توسعه سیاسی، برگشت یک مسئله درجه دوم، درجه سوم به عنوان مسئله قومی مطرح شد. بله، آذربایجان از این مسیر حرکت در تسهیل مشروطیت، از اون سنت حرکتی خودش بیرون اومد، افتاد به یه مسیر دیگه که تا به امروز ما ضربه میخوریم. جناب مشیری، اولا انقلاب سال 57 که صورت گرفت، باز در اون موقع این تحول وقتی که در کردستان اسلحه گرفتن به دست افتادن به درگیری با حکومت مرکزی و در شرایطی که مبارزه با ولایت فقیه، مبارزه با استبداد آخوندی به مسئله مرکزی جنبش و ملت ایران داشت تبدیل می شد، در کردستان یک اسلحه به دست گرفتن رفتن دنبال خود مختاری، در میان خلق عرب در جنوب ایران شروع کردن به بحث در مورد دولت خود مختار خلق عرب و غیر و غیره، در ترکمنستان همینجور، در آذربایجان متاسفانه به گونه‌ای به همین شکل. نتیجه این قضیه این شد که حکومت مرکزی به عنوان اینکه امنیت کشور، تمامیت ارضی کشور به خطر افتاده، تونست آزادی ها را سرکوب کنه به این طریق. جناب بله بله، این در تمام دنیا اثبات شده این قضیه. آقای عرصی یه چیز، آقای عرصی یه چیز یادم نرفته. من یک بار 8 این در دل من مانده بوده و امشب چون شما مطرح کردید سرکوب، یک مطلبی من گفتم پس میگیرم و از گفتنش پشیمانم، که یک روزی در حدود 8 پیش من در یکی برنامه ها موضوع کشتن قاضی رو در کردستان، اونجا از قاضی محمد رو، من گفتم که خب اون جریان چیز بوده و موضوع روسا بوده، اما این مرد بزرگ رو نمی بایستی میکشن، این مورد احترام همه مردم کردستان بود، بسیار مرد نازنینی بود، اشتباه کرده بود، نمی بایستی میرفتن این مرد بزرگ رو که مورد احترام همه کردهای مملکت ما بود میکشتن. خواستم من این رو برای تصحیح فکر خودم و برای تصحیح حرف خودم این رو در میان حرف شما گفته باشم. بفرمایید، ببخشید. آقای مشیری، من درود میفرستم به شما، شما بزرگ مرد هستید جناب مشیری، روح آزادی خواهی و انسانیت در شماست. من حقیقتاً نمیدونم از چجوری بگم، منو منقلب کردی شما با این حرفتون. اولا این بزرگواری خود شما رو نشون میده. این یک مطلب که امیدوارم درس باشه برای همه کسان دیگه که در این مورد که ما بتونیم به اشتباهات خودمون اقرار بکنیم. این بزرگی و عظمت شما رو میده. من واقعا درود میفرستم به شما، افتخار میکنم به دوستیتون آقای مشیری. یک مطلب. مطلب دوم، واقعا جناب مشیری، مسئله قاضی محمد با تمام افراد دیگه فرق میکرد، با پیشوری و نمیدونم و ایره گزی، اون مرد بزرگی بود، مرد اخلاق، مرد دانش، مرد مورد احترام تمام مردم کردستان و مردم آذربایجان. آقای مشیری، خانواده قاضی محمد رو خانواده های ملی ایران مثل خانواده آقای نظیر اینا میشناختن، همه اینا اقرار داشتن به بزرگی این مرد. بله. و عرض کنم که زمانی هم که اون مسائل پیش آمد، دیدیم که حاضر نشد نفسش پیش برای انصار او فرار بکنه. بله. با این مردم حرکت کردن و با این مردم هم میمانند. بله. بانه همونطوری که آرچیبالد روزولت هم در این مورد نوشته، مسئله اعدام قاضی محمد یک جنایتی بود که به وسیله محمد رضا شاه شخص خود او صورت گرفت. اتفاقا رزمارا و امثال او هم موافق چنین کاری نبودند، برای اینکه قاضی محمد خودش همکاری کرده بود در اینکه به جنگ قائل پایان داده بشه و کردستان برگرده به معاملی هن، بلکه محمد رضا شاه اصرار کرد در کشتن ایشون و سیف قاضی و قاضی محمد و ضربه بزرگی زد، از کنم که به وحدت ملی ایران. بله بله. گمان میکنم در یک نظام ملی باید از این مرد بزرگ قانی بشه، از قاضی محمد، و عذرخواهی بشه از خانواده او. بله. اون کرد به خاطر اون جنایتی که پیش آمده بود. بله.
از این قضیه بگذاریم. من بسیار ستایش میکنم جناب مشیر این سخنی که گفتید و واقعا لازم بود، مدتی بود تایید میکنه جناب مشیری همین قضیه رو. وقتی که کشوری هنوز دموکراتیزه نشده، مملکتی در مسیر دموکراتیزاسیونه، میان موضوعات قومی رو به موضوع اول کشور تبدیل میکنن، جناب مشیری دست نیروهای سرکوبگر مرکزی رو برای اینکه آزادی‌های دموکراتیک رو از بین ببرن باز میذارن. بله همینجوره. ترکیه هم همیشه اینجوری بود جناب مشیری. هر دوره‌ای که یه مقدار در ترکیه آزادی‌های سیاسی به وجود آمد، این فعالیت‌های افراطی و مثلا مسلحانه‌ای که در کردستان شروع شد بهانه داد به نظامیان کرد، به نظامیان ترک که آزادی‌های دموکراتیک رو از بین ببرن، جنبش‌های بسیار خود مختار طرف رو نابود بکنن. برمن قصدش همین جوریه جناب مشیری. این یه داستان اثبات شده در تمام دنیاست. عرض کنم که و الان هم من گمان می‌کنم جناب مشیری، ما اگر به سخنان و ادعاهای اینها نگاه بکنیم، این دوستانی که الان بس از ستم ملیتی در ایران میکنن و ستم مردم فارس بر اقوام ایرانی و ملت‌های دیگر ایران میکنن، سخن از کثیرالمله بودن ایران میکنن و پیشنهادی که میدن فدرالیسم، اونم در این معنا که هر بخش‌های مختلف ایران دولت‌های خود مختار داشته باشه و بعضی از اینا خود مختار رو تا این حد مطرح می‌کنن، مثلا در میان دوستان کرد ما زیاده که خود مختار تا مرحله‌ای که باید نیروی مسلح ویژه خودش رو داشته باشه هر بخش، مثل همین کردستان عراق، این بحثا رو به این شکل الان دارن مطرح می‌کنن. من گمان می‌کنم که اینها، من با اون مغرضاشون کار ندارم، اونا و تکلیفشون روشنه، ولی جناب مشیری اونایی که عرض کنم که به صدر مثلا دارن این قضیه رو مطرح میکنن، من صاحب طرف حرفم اونا هستن، دارم این عرض میکنم که اینا اساسا در برداشت از فدرالیسم و انطباق اون با مسائل ایران دچار اشتباه بسیار بسیار عظیمی هستن. من 5 نکته رو بعد توجه به کمبود وقت به سرعت من اینا رو وضع میکنم و رد میشم و بعد حضرتالی صحبت بکنید، منم اگر وقتی بود چند کلمه بله. اینا که این صحبت فدرالیسم رو من کشیدند، اینا دارن چند اشتباه میکنن. یک، فدرالیسم اولا یه چیزی هستش که بنابرای اون چیزی که تاریخ اثبات کرده از اجتماع واحدهای کوچک در یک واحد بزرگ به وجود میاد. فدرالیسم مثلا در جمهوری فدرال آمریکا که به وجود آمد، خودتون میدانید 13 ایالت مختلف که از مردمان مختلف بودن اینا جمع شدن، جمهوری فدرال ایالات متحده آمریکا رو به وجود آوردند. و مثلا که کانت هم که مسئله فدرالیسم رو بیاندازه روش تاکید داشت، ازش به عنوان سوال جاودان صحبت میکرد. حرفش این بود که این کشورهای مختلف جمعشن واحد بزرگتری رو به وجود بیارن. این یک مثلا معنای پس فدرالیسم نیستش که شما یک واحدی رو بیایی به اجزای خودش تقسیم بکنی و اسم رو بذاری فدرالیسم. اصلا خنده دار بله زدنه. این آقایون، این خانمان که این حرفا رو مطرح میکنن و خوشبختانه تعدادشون هم زیاد نیست، توجه نمیکنن به این قضیه که در جاهایی که نظامان فدرال به وجود آوردن، واحدهای کوچک جمع شدن واحد بزرگتر، در یه واحد بزرگ ادغام شدن، نه اینکه این واحد رو به اجزای خودش تقسیم بکنی اسم گذاری فدرال. بله دیگه در مورد ایران بیان میکنن، ایران دوران ممالک محروسه رو طی کرده. یک مطلب. مطلب دوم، باز که در اشتباه صحبت اشتباه بسیار عظیمی که اینا میکنن، این هستش که جناب مشیری عزیز، نظام فدرال بر اثر اشتراکات به وجود میاد، یعنی واحدهای مختلف اجتماعی سیاسی که استقلال دارن یا هر چیزی دیگری، اینها انگوش میذارن رو اشتراکات خودشون. این که میگم ما در 100 مورد، در 200 مورد، یا 5 مورد، یا هر مورد ما اشتراکات داریم، بر حسب این اشتراکات بهتر است که با هم باشیم یک جمهوری فدرال یا نظام به هر شکلی نظام فدرال به وجود بیاریم و در کنار هم زندگی بکنیم. این افرادی که الان در ایران سخن از نظام فدرال دخلت می کنند که ایران میخوان به حکومت فدرال تبدیل بکنند، اینها خودشون هم متوجه نیستن، اینها دارن از اختلافات صحبت میکنن، میخوان بیان نظام فدرال به وجود بیارند.
سخن اینها این استش که چون در ایران فارس ها در قدرتند و به مردم دیگه ظلم میکنند، به کرد و ترک و لور و عرب و جن که بنده من نمیدونم این فارس اینجا چیه، این ایران ما یا ایران ما یا ترک هستن، آذربایجانی هستن، یا کردن، یا لور هستن، یا عرب هستن، یا جیرک هستن، یا مازندرانی هستن، نمیدونم اینجا این فارس چیه که توی منطقه رو حکومت کنه. این افرادی که میان صحبت میکنن در این مورد و تمام انگوش میذارن گویا روز ظلمی که فارس های شب و نیست دارن بر اقوام مختلف ایرانی آم میکنن، اینها بر پای اختلافات کنان نظام فدرال میخوان به وجود بیارن. اصلا جرم باشید، خنده دار واقعا این قضیه. شما ببینید، شما نوشته های حزب دموکرات کردستان و سخنان این پانترکیست ها گروه های تجزیه طلب آذربایجان رو مطالعه بکنید، اینا که تقاضای نظام فدرال دارن. ببینید آقای مشکلی عزیز، الان شما به نشریاتشون نگاه بکنید، حزب دموکرات کردستان میگه که خوی مال ماست، ماکو مال ماست، ارومیه مال ماست، نقده مال ماست. این گروه های پانترکیست رو نمیدانم اما اصلا اسمای آذربایجان به خودشون گذاشتند، یعنی بقایای فرقه دموکرات، پیروان حیدر علیوف رو نمیدانم، غلام یحیی و پیشه‌وری، این ها شروع کردن فریاد زدن که خیر، ماکو مال ماست، ما یک وجب از خاک خودمون نمیگذاریم، ارومیه مال ماست، ما یه وجب از خاص خودمون نمیگذاریم. همون دعوایی که در زمان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان بین کردها و آذربایجانیا به وجود آمد، امرخان شکاک کرد آمدند و اسلحه کشیدند در ارومیه و رضای درگیری نظام به وجود آمد، همین درگیری ها رو الان ما دارن وعده میدن. جناب مشیری، شما به عنوان یه فرد دانشمند و دلسوز برای این مملکت شرافتمندانه میخوام قضاوت بکنید در این عرایض بنده، اگر اشکالی وجود داره راهنمایی کنید منو. این جمع‌های مختلف این که تمام سخن خودش رو گذاشتن بر پایه دشمنی‌ها، خودش گذاشته رو دعواها، اختلافات، شما با این طریق چه جوری می‌خواید نظام فدرال به وجود بیارید؟ کدام نظام مشترک شما می‌خواید به وجود بیارید؟ کانت که اون روز میمد میگفت از نظام فدرال جهانی صحبت میکرد، از نظام فدرال به عنوان صلح ابدی داشت هم میگفت، میگفت انسان ها، دولت های مختلف، شما هزار نقطه مشترک دارید، شما نقطه اشتراک دارید، بیایید بر پایه نقطه اشتراک خودتون یه واحدهای بزرگتری رو به وجود بیارید. در این کشور که شما اومد انگشت گذاشتید و دعواها و فحشها و ظلمهایی که در گذشته شده و راست و دروغ از خودتون درست کردید، بر پایه کدام نظام فدرالی میخواید شما به وجود بیارید؟ شما که از الان در جنگ هستید با هم. از ایشان کردید، خیلی جالب بود، من دلم میخواد شما برای مردم هم بفرمایید اون مکالمه با مرحوم دکتر مصدق در ارتباط با همین داستان انجمنهای ایالتی و ولایتی و بقیه داستان ها. بله، در جریان زمان رزمارا بود که در بیوگرافی دکتر مصدق هم هستش، از ظالمت من خونده اینا. بله. نوشته های مختلف آمده در این که از این ایران نامه ها دقیقا نوشته بودن این قضیه رو، خواندنی های اون دوره این هست. انگلیس ها برای اینکه جلوی روند ملی شدن نفت رو بگیرن، چون خودتون میدونید. الو الو امیر، خب شما مجدد ایشونه بگیرید، چون این مشکل تلویزیون پارسه. من باسی با آقای شجره حتما مطلع هستن، نمیدونم، هفته گذشتم سه بار تلفن عرصه قطع شد. لطفا بگیرید. در باب این داستان فدرال و فدرالیسم، چون قضیه خیلی خیلی قدیمی است در مغرب زمین، انواع و اقسام تئوری ها هست، انواع و اقسام تجارب هست. این است که من دوستان رو حواله میدم، کسانی که علاقمند این مطالب هستن این نوشته ها رو نگاه کنن و بخوانن. سخن آقای عرصی درسته، مبتنی بر مشترکات برای تقویت در واقع گرد هم جمع شدن، همون 13 کلونی که ایشون نام بردن، عرض شود که
همه مشترکاً بر این بودن که انگلستان حق استعماری منطقه رو نداره و این 13 کلونی با هم آمدن جمع شدن و رفت رفته توسعه پیدا کرد مبتنی بر اختلافات. الو الو بله که میسر نیست که فیلسوفان نظر دادن، همین اشاره ایشون هست به کانت، اینها این داستان رو در واقع ناراضیان محلی که اینها اندیشه های بزرگ ملی برای اینها مطرح نیست، یعنی ایران بزرگ سعادتمند رو نمیخواد. و وقتی سوابق اینها رو هم نگاه کنیم میبینیم اینها عقده ها دارن، ناراحتی شخصی دارن نسبت به این قضایل ترک و فارس و نمیدونم عرب و فارس و اینها. این قضایه رو به میرن داختن، بعضی دوستان خوب ما هم به این چاه فرو افتادن. آقا اینطور میسر نیست، این قضیه بیش از این هم بوده که متاسفانه گرفتین. آقای عرسی. بله بله قربان. قطع شد باز این تلفن، نمیدونم جریان تلفن چیه. میفرمودید حرفتون قطع شد در باب همون مراتب مربوط به مرحوم دکتر مصدق. بله از کنم عرض من این بود، نمیدونم دیگه تا کجای سخن بنده شنیده شده اینا، و فقط حرفم این بود که دکتر مصدق در پاسخ رزمارا گفته بود که ما اینجا کثیرالمله نیستیم، یک ملت واحد ایران داریم، یک ملت هست، یک حکومت هست و کوشش بکنیم در اونجا دموکراسی و قانون برقرار بشه. این بازی هم که اینا شروع کردن که خود مختاری نمیدونم در جنوب و شمال و غرب و شرق ایران، این بازی هست برای اینکه جلوی روند از کنم که ملی شدن نفت رو بگیرن در این مملکت و نقطه پایان دیگه گذاشته شد. ما و خود ما هم میدونیم که آقای مشیری در زمان دکتر مصدق کرد ایرانی، عرب ایرانی، ترک ایرانی، تمام اقوام تشکیل دهنده ملت ایران، همه مردم عاشق دکتر محمد مصدق بودن. بله از کنم که این هم موضوع بعدی که مسئله سومی که جناب مشیری بنده میخوام در ارتباط با موضوع فدرالیسم و این مسائل قومی ها بیان بکنم، این مطلب هستش که اساسا اینا دارن مطرح میکنن که فدرالیسم شرط دموکراسی است. بنده میخوام عرض کنم که یک دروغ بزرگی است. امروز تمام تئوریسین هایی که سر قضیه فدرالیسم کار کردن اصلا این قضیه رو یه حرف مسخره میدونن. جناب مشیری اگر اینجوری راست هستش، یعنی ما از با دموکراسی میتونیم به فدرالیسم در صورت لزوم برسیم. هر جا شرایط خودش داره، اگر گیتا ممکنه شرایط گونه باشه که ببینن فدرالیسم به درد اونم میخوره، ولی از طریق دموکراسی به فدرالیسم برسن، ولی با فدرالیسم به دموکراسی ما نمیتونیم برسیم. درود بر شما، این خیلی نکته مهمی است. بله بله همینجوره. بفرمایید. بله این یوگسلاوی آقای مشیری مگر فدرال نبود؟ کشور فدرال نبود؟ بله روز روزگاری افتاد. بله چه بدبختی ها، استبدادم به بدترین شکل ممکن همه جا رو گرفت، بود جنایت های عظیم شد. مگر این کشور شوروی فدرال نبود؟ اونا هم فدرال بود دیگه، چرا اون وقای اطلاع بودن؟ همین الان مگر فدرال نیست؟ چرا این جنگ های وحشتناک قومی در چچنستان و در منطقه نمیدونم داغستان و فلان اینجوری ادامه داره؟ و امروز این کشور پاکستان، جناب مشیری مگه پاکستان فدرال نیست؟ این کشور دموکراسی هست در اونجا؟ چه کسی میتونه بگه که پاکستان این کشور دموکراتیکه؟ هیچ کس. عقب مانده تر و بدبخت تر و بیچاره تر از این کشور جایی هست در اینجا؟ واقعا نیست. پس بنابراین هیچ ربطی بین فدرالیسم و نظام دموکراسی وجود نداره. و اساسا این ممالکی هم که الان به عنوان فدرال آمدن بیان کردن، یه اشتباه بزرگی جناب مشیری در مورد اینا داره صورت میگیره. من به عنوان نمونه به یک کشوری مثل هند اشاره میخوام بکنم، و حتی ایالات متحده امریکا، اشتباه بزرگ نظری و تئوریکی که طرفداران فدرالیسم در ایران میکنن این هستش که فکر میکنن که اینها در وقتی که نظام فدرال به وجود میاد، یعنی خود مختاری به وجود میاد، حاکمیت ملی تقسیم میشه. حال آنکه اصلا چنین چیزی نیست جناب مشیری. حاکمیت ملی در یک کشور بنا به تعریفی که برجسته‌ترین حقوق دانان جهان کردن و در قانون اساسی تمام این کشورها هم وجود داره این هستش که حاکمیت ملی تقسیم ناپذیر، تعطیل ناپذیر و تفویض ناپذیره.
که اصل بزرگ حاکمیت ملی معناش کاملا روشن است. یعنی اینکه اگر فردا در ایران ما بخوایم بیاییم یه نظام دموکراتیک و غیر متمرکز به وجود بیاریم که حقوق تمام مردم اصلا در اونجا رعایت بشه، اگر میان در مثلا سنندج یا در اردبیل یا در دستور یا در خرم‌آباد انتخاب میکنن، فرماندار اونجا رو انتخاب میکنن، شهردارشون رو خودشون انتخاب میکنن، نمیدانم مسئولین بسیار زیاد رو خودشون انتخاب میکنن، معنای این تقسیم حاکمیت ملی ایران به بخش‌های مختلف نیست، معنای اون تقسیم مسئولیت فقط. یعنی من اردبیلی جناب مشیری بر سنندج و خرم‌آباد و دستور همونقدر حاکمیت دارم که یک نفر در دستور و سنندج و نمیدونم کرمانشاه نشسته، همون مقدار حاکمیت داره بر شهر اردبیل. درود بر تو عرسی، درود بر تو. به به، حاکمیت ملی تعریف داره، سوورنت ناسیونال یا نشنال سوورنتی تعریف داره جناب مشیری. سه اصل اساسی است که از دوران مونتسکیو و تمام شخصیت های بزرگ تاریخ حقوق بین الملل آمده. حاکمیت ملی تقسیم ناپذیر است، تعطیل ناپذیر است، تفویض ناپذیر است. اون آقایی که خیال میکنه که اگر بیاد خود مختاری بگیره، معناش این استش که مثلا در تبریز یا در دستور یا در رشت حاکمه مطلق در اونجاست که هر کاری داشت باید بخواد انجام بده. دلیل میخوان از بنده؟ نظام جمهوری فدرال هند. شما آقای مشیری قانون اساسی نظام فدرال هند رو بخونید، حتما خوندید. خوندم بله، چندین بار بله. چی نشته؟ میگه در جمهوری فدرال هند دولت مرکزی حق دارد هر یک از ایالات خود مختار رو وقتی که ضروری دید برخلاف منافع عام حاکمیت ملی منحل کنه اون دولت. بله همینجوره، اساس اونجا آمده، کاملا درست. و امروز هم ما میبینیم این آقایون میکنن دارن فریاد میزنن که ما دموکراسی میخواییم تا هر کدومون دوداشون بذاریم بریم دنبال کار خودمون. این هندوستان دموکراتیک که بزرگترین دموکراسی عالمه و افتخاریست بر جهان، تمدن این مملکت، فرهنگ این مملکت، دموکراسی این مملکت. جناب مشیری عزیز 65 سال از استقلال هند داره میگذره. طی این 65 سال بر سر مسئله 20 میلیون کشمیری سه جنگ را انداخته. هیچ وقت دولت مرکزی هند و هیچ کدوم از ایالت ها حاضر نشدن به یک انتخابات در کشمیر تن بدن که کشمیری ها بیان بگن که ما میخواییم جداش این جدا نشیم. برای اینکه دولت هند میگه آقا این بخشی از این ملت بوده، اینا این پاکستان گذاشته کجا رفت؟ چه اتفاقی افتاد براش؟ چنان مشیری پاکستان و بنگلادش به عنوان حق ملل در تعیین سرنوشت با رهبری اون محمد علی جناح بی عقل واقعا نظیره او جدا شدند از هند. بله همون موقع رادیکال شیکا گفتن حق مردم پاکستانه که مردم مسلمان هندی که از هند جدا شد. هر قد نهروها امثال او فریاد زدن آقا این جدایی تو به هیچی نمیرسی، ما هم ضعیف میشیم، شما هم ضعیف میشید، جدا شدن مردم پاکستان. بنده آقای مشیری شما که رفتید تمام ممالک رو دیدید، از شما سوال میکنم شرافتمندانه، این مردم پاکستان به چه چیزی رسیدند بعد از اینکه جدا شدن از این مردم هند؟ جد به بدبختی و ادبار و فقر و بیچارگی و بیابروی به هیچی نرسیدن آقای عرصی گرام. یعنی شما در سطح بین الملل به لحاظ پرستیج، به لحاظ پیشرفت، به لحاظ اعتبار و حیثیت پاکستان صاحب هیچ حیثیتی نیست واقعا، در حالی که هندوستان می توان گفت که بیشترین حیثیت رو در مشرق زمین هندوستان داره به واسطه دموکراسیش. آقای عرصی گرام بله جناب مشیری، دموکراسی اروپایی، دموکراسی آمریکایی که اصیل ترین دموکراسی هاست داره اونها رو به سوی وحدت بیشتر داره میبره. الان مردم اروپا مردهاشون هم دارن میدارن تغییر میدن، پولاشون یکی شده، 1001 مجلس مشترک دارن به وجود میارن، در حالتی که دنیا داره گلوبالایز میشه، اروپا داره به سوی وحدت بیشتری داره میره، آمریکا با مکزیک و کانادا داره این طرف متحد میشه، چینی و هندی داره بر وحدت درونی خودش هرچی بیشتر داره اضافه میکنه. ما در ایرانمون
رادیکال شیک های ما که متاسفانه یه زمانی چپ های ما بودن، حالا راست های ما افتادن به دام این چنین حرف هایی، این ها الان دارن فریاد میزنن که بیاییم ما کشور ایرانو به اجزای خودشون تقسیم بکنیم. ای وای از دموکراسی دارن این تصویر رو میدن که گویا ما به دموکرات بشیم، بعد بیاییم بریم آقا هر کدوم هر جا میخواد بره، پر صدا بشه بره دنبال کار خودش، لور بره دنبال کار خودش، کرد بره دنبال کار خودش. اصلا ما برای چه جناب مشکل تاسه برای چه داریم مبارزه میکنیم؟ بله ما اگر ما مبارزه میکنیم که ملت ایران این 70 میلیون با اقوام مختلف خودش در کنار هم با شادی با موفقیت زندگی بکنن، دست برادری و خواهری ملت هم بده، در این دنیا ما هم بتونیم بر سرنوشت خودمون حاکم بشیم، دوست با هم زندگی بکنیم. این مردم 5000 سال در من زندگی میکنن. اول این که ما دفاع بکنیم از وحدت ملی، بله، ملی‌های خودمون، به اشتراکات خودمون انگوش بذاریم. افتادن یه عده به نام دموکراسی که آقا ما فردا این مملکت دموکراسی شد باری بریم انتخابات بکنیم، آذربایجان بره دنبال کار خودش، لور بره دنبال کار خودش، ترک بره دنبال خودش، کرد خب برایش از ما داریم مبارزه میکنیم. بله جایی نمیمونه که دموکراسی کسی میکنیم که بعدا همه برن دنبال کار خودشون، دیوانه مگه چنین کار رو بکنیم؟ بله درود بر شما آقای رسی، درود بر شما. یک دلیلی که بعضی دوستان خیلی خوب من در باب حالا نه واقعا صرفا به خاطر دفاع از فدرالیسم با من میکردن این است که خب اگر که جامعه فدرال باشه با تعویض دولت مرکزی چیزی به هم نمیخوره، یعنی خمینی اگه آمد نمیتواند به مملکت مسلط بشه و اینا هر کدوم نیروی دفاعی خودشون رو دارن، یه همچین استدلالایی است آقای عرسی. این حرف عرض کنم که از این ورم میشه گفتین آقای مشیری، وقتی که اگر حکومت مرکزی دموکراتیک باشه و قوی باشه در مناطق مختلف اگر جریانات استبدادی بیاد واقعا روش بکنه، حکومت مرکزی میتونه با قدرتی که داره جلوی تحولات به سوی استبداد در مناطق بگیره اینها. یعنی ما الان جناب مشیری خودتون میدونید در سطح بین المللی، یعنی اونا کسی که در با ارتباط با دموکراتیزاسیون اومدن کار کردن که چگونه یک کشور در مسیر دموکراسی حرکت بکنه، توسعه سیاسی و اقتصادی پیدا بکنه، چنین بحثی حقیقت اینه که من در آوردی و این جریانات تجزیه طلب متاسفانه انداختن نتو دهنها. ما خودمون میدونیم اینو، تجربه دنیا نشون داده برای اینکه یک کشور در مسیر دموکراسی بره جلو و حکومت مرکزی اونجا و دولت های اونجا هیچ وقت نتونند از کنم به طرف ارتجاع برگردن، باید آموزش دموکراتیک داد، باید آزادی های سیاسی، آزادی های مطبوعات، آزادی های فرهنگی، اجتماعی هر روز گسترش پیدا بکنه، چرا که دموکراسی علم تقسیم قدرته. این تقسیم قدرتی یکی در سطح افقی صورت میگیره جناب مشیری، یکی در سطح عمودی صورت میگیره و باید اینو فقط در نظر بگیری که هر کشوری بر حسب وضعیت خودش باید ببینی که چگونه این تقسیم قدرت بر حسب به اصطلاح در خط عمودی افقی چجوری صورت بگیره. پاسدار جناب مشیری از کنم مسئله دموکراسی، وجود روح دموکراتیک، تولرانس و انگوش گذاشتن رو اشتراکات بشری در یک اجتماعی که این کامل بتونه جلو بره. این حرفایی که دارن میزنن جناب مشیری اینا همه وسیله ایست برای اینکه متاسفانه من از کردم اون با چیزا کار ندارم، با مغرضا کار ندارم، یه مقدار الان دفاع از یه سری چیزهای مثل نمیدونم فدرالیسم و غیر و غیره هر دوره یه چیزی مد میشه جناب مشیری. الان این مباحث مطالعه نشده است و یه سری گروه های سیاسی اینا رو انداختن دهن شده بحث بازارهای روز و متاسفانه یه عده افرادی که کوشش میکنن جلب محبت بکنن نمیدونم وجیه المله بشن از این حرفا دفاع میکنن و باعث میشن که یک فکر غلط و فکر کاذبی در جامعه بیفته. ما به تمام دنیا نگاه بکنیم آی مشیری، ببینیم دنیا چجوری دموکراسی کرد شو. ما مزون مسیر ببینیم. بله بله همینجوری سخنانی که دارن میگن ما هر جا نگاه میکنیم میبینیم سخنان این چنینی در کجا صحت خودش رو نشون داده. این حرفی که اینا میزنن که ما باید بیاییم نظام فدرال به وجود بیاریم، هر بخشی برای خودش خود مختار باشه و جلو استبداد بگیره، بنده مثال روشنش رو دادم، میگم چرا در یوگسلاوی چنین نشد،
چرا در پاکستان نشده چنین چیزی؟ چرا فدرالیسم پاکستان به دموکراسی منجر نشده؟ چرا اتحاد شوروی که فدرال بود به اون روز روزگار افتاد؟ از طریق فدرالیسم به وجود آوردن دولت‌های منطقه‌ای کدام کشور تونست به دموکراسی برسه که ایران هم تقریباً برسه؟ دقیقاً ما بر پایه تجربه میایم قضاوت میکنیم جناب مشیری. بله همینجوره، تجربیاتی که این کار رو ما میتونیم انجام بدیم. آقای عرصی ببینید، یک آره من نمیخوام واقعا هیچ کس رو متهم بکنم که نمیدونم حالت دست خارجی اینها نیست واقعا، اما قدرت‌های منطقه هرگز خواستار ایران یک پارچه مقتدر و آزاد نیستند. همیشه در کار ما فتنه کردن آقای عرصی گرامی، همیشه در کار ما فتنه کردن. امروز هم من فکر میکنم فتنه ها برپاس از طریق همین آذربایجان جعلی اون منطقه که ایران یک پارچه نماند. در واقع یک نوع اسلحه علیه همین حکومت اسلامی دارن به کار میبرن این رو و این رو دامن میزنن. اینطور نیست؟ صد درصد آقای مشیری. 200 سال اخیر کشورمون رو ببینیم جناب مشیری، در طی 200 سال اخیر کشور ما ابتدا حمله کردن روسا، شمال کشور رو تصرف کردن، 17 شهر قفقاز رو بردن، همین منطقه باکو و اینا رو که امروز شاخ شدن علیه ملت ایران اینا رو بردن، انگلیس از این طرف شرق کشور رو، افغانستان رو بردن، بلوچستان رو بردن. جناب مشیری عرض کنم که هیچ کدومونم به هیچ سعادتی نرسیدن. بعدن که اوضاع احوال عوض شد جناب مشیری، از دهان عوامل داخلی خودشون مسئله تجزیه ایران اومدن مطرح کردن. یه مدت استالین بود پشت رو بله قضیه، مسئله فرقه دموکرات اینا رو مدام مطرح کردند و ایران رو به خلقهای مختلف تقسیم کردن، دنبال اون بودن که به نام خلقها کشور رو به اون روز روزگار بندازن. یه از زمان دیگری صدام حسین و بعثی‌های عراقی و بعث سوریه و از کنم ناصریستای مصری بودن که مسئله خوزستان و عربستان و اینا رو مطرح میکردن که باید خود مختار بشه و از این منطقه جدا بشه. الان هم در کمال تأسف جناب مشیری ما خبر داریم و میدونیم که الان پشت قضیه این نظام باکوس، حکومت باکو، باند حیدر علیوف و خانواده علیوف که پشت در این قضیه دارن تحریک میکنن، و از طرف دیگه در غرب، در ایالات متحده امریکا و بعضی از جناهای قدرت در اسرائیل کسانی هستن که به جریانات تجدید طلبی در این مملکت دارن دامن میزنن. بله این جای پوشیدگی نداره که. بله همین جوره، جای پوشیدگی نداره جناب مشیر این قضایا اینها. منتها خب ما میدونیم دولت اسرائیل اینو یه وسیله قرار داده در مقابل درگیری که با جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی رفته انگوش فرو میکنه اونجا در قضیه فلسطین، اونا میگن خب ما انگوش فرو میکنیم در آذربایجان و کردستان و خوزستان و غیره و غیره و غیره از این صحبت ها. این روشن استش. بنده هم عرض میکنم که من نمیگم همه کسانی که بحث خود مختاری و فدرالیسم میکنن اینا خودن که خائن انجام بدن. ابدا نه خیر، توشون بسیاری افراد وجود دارن که از بند خیلی از وطن پرستر و ایران دوستر و ملی تر و مردمی تر اینا تعارف نمیکنن، ولی بنده عرضم اینه که من اشتباه میکنم. جریان اصلی دست دیگرانه. قضیه خیلی خیلی روشن جناب مشیری. وقتی که این آقای این در فرانسه آقای مشیری، خانم دانیل میتران، زن آقای میتران، در کشور خودش در منطقه باسکو، در منطقه کرد درگیری است، میگن با فرانسوی نیستیم. باسکی های مقیم فرانسه میگن ما فرانسوی نیستیم، ما میخواییم جداشیم. این خانم دانیل میتران چرا یک کلمه از حقوق مردم کرد و مردم باسک فرانسه دفاع نمی کنه؟ اما این خانم را افتاده بود اومده بود از مسئله کردستان و جنبش کرد مردم ایران اومد دفاع میکنه. عرصی جان وقت ما تمام شد متاسفانه، دنباله مطالب رو در هفته آینده حتما و به خصوص بحث سکولاریسم رو بایستی پی بگیریم در هفته آینده. از شما بسیار سپاسگزارم دوست عزیزم. من هم از شما ممنونم آقای مشیری. قربان شما. هموطنان گرامی، دوستان، خیلی سپاسگزارم توجه فرمودید. آقای شجره هر سال گویا یک بار، بعضی وقتا دو بار برای در واقع کمک به تلویزیون یک برنامه هایی دارد و به من گفتن که 19 و 20 همین ماه این باز در واقع سالگرد همین مباحث مربوط به کمک هاست به تلویزیون. از شما خیلی سپاسگزارم دوستان گرامی، هموطنان عزیزم، هم زبانان گرامی به زبان شیرین پارسی صحبت میکنن.
سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر جوان در اتاق فرمان ممنونم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.